صادق علیه السلام پس از شهادت امام سجاد علیه السلام به مدت 19 سال وظایف سنگین امامت را بر عهده گرفتند و در این دوره به دلیل مقام علمی والایی که داشتند با نشر معارف اسلامی، فقه شیعه و علوم اسلامی را پایه‌ریزی و با تربیت و پرورش شاگردانی نقش تأثیرگذاری را در توسعه و حفظ مکتب اسلامی ایفا کردند. مشهورترین لقب پنجمین امام شیعیان باقر به معنای شکافندگی علوم است. گفته میشه چون ایشان پایه علم را شناختند و توسعه دادند به باقر ملقب شدند. ابن حجر هیثمی از دانشمندان بزرگ آن دوره میگه باقرالعلوم علیه السلام به اندازه گنجهای پنهان معارف و دانش را آشکار کرد که وی را شکافنده و جامع علوم و برافرازنده پرچم دانش خواندند. در دوره امام باقر علیه السلام دولت بنی امیه رو به نابودی بود و مردم نیز به شدت از آنها متنفر بودند. در این زمان در هر گوشه و کناری انقلابی رخ می‌داد و خلفا به سرعت تغییر می‌کردند. به گونه‌ای که در 19 سال امامت حضرت باقر علیه السلام 5 خلیفه روی کار آمدند. این نابسامانی‌ها در جامعه زمینه و فرصت مناسبی برای نهضت علمی امام فراهم کرد. تا پیش از امام باقر علیه السلام نظرات فقه شیعه محدود بود و امام گام بزرگی را در راستای تدوین این موضوع برداشتند. ایشان جنبه علمی وسیعی را به وجود آورد که در دوره امامت فرزندش یعنی امام صادق علیه السلام به اوج خود رسید. امام با اقدامی ریشه‌ای حرکت علمی را سامان داد تا با تلاش فرزند بزرگوارش امام صادق علیه السلام مذهب جعفری پایه‌ریزی شود و اهل بیت را آنگونه که باید به مسلمانان معرفی کند. امام باقر علیه السلام پس از سالها مبارزه با ظلم و ستم و اندیشه های انحرافی در هفتم ذیحجه سال 114 هجری در 57 سالگی به دستور هشام ابن عبدالملک مسموم شدند و به مقام والای شهادت نایل آمدند و پیکر مطهر ایشان در آرامگاه بقیع به خاک سپرده شد.